سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. یکی از چالش‌های مهم زبان آموزی یادگیری افعال بی‌قاعده است که فرم گذشته و اسم مفعول اونها ایدی نمیگیره و شکل این افعال به طور کامل تغییر میکنه. در این ویدیو همه افعال بی‌قاعده‌ای که در مکالمه زبان انگلیسی نیاز دارید همراه با کاربرد اونها در جمله سازی به طور کامل آموزش داده میشه. سعی بکنین ویدیو رو حتما تا آخر ببینین و ممنون میشم که ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب بفرمایید. اولین و پرکاربردترین فعل زبان انگلیسی فعل بی هست به معنی بودن. فرم ساده am is are، فرم گذشته was were، فرم اسم مفعول been. مثال: Why were they happy؟ چرا اونها خوشحال بودن؟ They were happy because they were in love. اونها خوشحال بودن زیرا عاشق بودن. از فعل to be یا be were استفاده شده، زمان گذشته هست. الان ضمیرمون دی اینجا، پس به درستی از were باید هم در سوال هم در جواب استفاده بشه. یه مثال دیگه: Was it cold؟ هوا سرد بود؟ Yes, it was freezing. بله، خیلی سرد بود. اینجا ضمیر ایت داریم، پس باید از واز استفاده بکنیم. زمانمون گذشته است. برای آب و هوا همیشه از ایت استفاده میکنیم. It's raining، یعنی داره بارون میاد. It's snowing، داره برف میاد. اینجا میگیم was it cold، هوا سرد بود. Yes, it was freezing. مثال بعدی: What's the weather like؟ هوا چطوره؟ It has been raining since this morning. از صبح داره بارون میاد. خب، در سوال از فعل بی زمان حال استفاده شده What is the weather like؟ در جواب از فرم اسم مفعول استفاده شده been present perfect continuous. داره بارون میاد از صبح، کاری که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه داره. هوا هست به اضافه بین به اضافه ing form has been raining. قیدی که براش استفاده میشه برای زمان since و for هست. since مبدا زمان رو نشون میده، از امروز صبح. for که استفاده میکنی بازه زمانی شما رو نشون میده برای یه دوره زمانی خاص. فعل بعدی beat یعنی زدن. فرم ساده beat، فرم گذشته باز beat، فرم اسم مفعول beaten. با مشت در رو کوبید، در رو زد. He beat the door with his fists. بیت اینجا گذشته شده، منتهاشون فرمش تغییر نمی کنه. ببینید که همون فعل اومده. اگر زمان حالو بعد اس سوم شخص می گرفت، یعنی اون کوبید به در with his fists با مشتش. اونها با چوب بیسبال تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. They were beaten to death with baseball bats. فعلی که اینجا استفاده شده فعل پسیوه. beaten اسم مفعوله، برای پسیو در زمان گذشته was و were به اضافه اسم مفعول استفاده میشه. یعنی اونها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. to death یعنی تا حد مرگ. with baseball bats با چوبهای بیسبال. شدن become، فرم ساده become، فرم گذشته became، فرم اسم مفعول become. او تبدیل به یک هیولا شد. He became a monster. He became a monster. فرم گذشته استفاده شده، زمانمون زمان گذشته است. او کاملا محبوب شده است. She has become quite popular. در اینجا فرم اسم مفعول استفاده شده چون فعلمون پرزنت پرفکته. هوا هست به اضافه اسم مفعول. اسم مفعولمون خود become هست، یعنی
اون شده است quite popular، کاملا محبوب. شروع شدن، begin. فرم ساده begin، فرم گذشته began، فرم اسم مفعول begun. مسابقه کی شروع شد؟ When did the race begin؟ مسابقه یک دقیقه پیش شروع شد. The race began a minute ago. در فرم سوالی زمان گذشته استش از دید استفاده شده و فرم ساده فعل begin در جواب فعلمون زمان گذشته شده، از begin استفاده شد. race یعنی مسابقه، مسابقه شروع شد a minute ago، یک دقیقه پیش. باز زدن، bite. فرم ساده bite، گذشته beat، اسم مفعول beaten. اون چه چیزی رو گاز زد؟ What did he bite into؟ او یه تیکه استیک رو گاز گرفت. He bit into a slice of steak. در فرم سوالی از فرم ساده استفاده شده bite، گاز زدن به چیزی، بعدش باید into بیاد، bite into. در جواب فرم گذشته beat into استفاده شده. شکستن break. break، broke، broken. آیا او پا شکست؟ Did he break his leg؟ بله، او پا شکست. Yes, he broke his leg. در سوال فرم ساده break، در جواب فرم گذشته broke استفاده شده. leg یعنی پا. آوردن، bring. فرم ساده bring، گذشته brought، اسم مفعول brought. او چه چیزی آورد؟ What did he bring؟ او یک هدیه آورد. He brought a present. Bring فرم ساده در سوالی، brought فرم گذشته در جواب استفاده شد. پخش کردن برنامه تلویزیونی رادیویی. فلش broadcast. Broadcast. هر سه فرم ساده گذشته اسم مفعول broadcast هستش. آیا سریال جدید کمدی از تلویزیون پخش شد؟ Was the new comedy series broadcast on TV؟ بله، دیشب پخش شد. Yes, it was broadcast last night. فعلی که استفاده شده اینجا فعل مجهوله. پخش شد. Was broadcast. Was over به اضافه اسم مفعول. The new comedy series. Series یعنی سریال. ساختن، build. فرم ساده build، فرم گذشته built، فرم اسم مفعول built. مثالش رو ببینیم. او چه چیزی ساخت؟ What did he build؟ او یک دیوار ساخت. He built a wall. در سوال فرم ساده استفاده شده build، در جواب فرم گذشته built. سوختن، سوزاندن، burn. burn، burnt، burnt. آیا آشپز مرغ رو سوزاند؟ Did the chef burn the chicken؟ بله، آشپز مرغ رو سوزوند. Yes, the chef burnt the chicken.
در فرم سوالی از burn فرم ساده فعل استفاده شده، چون در سوالی زمان گذشته did با فعل ساده باید بیاد، در جواب فعل باید با زمان گذشته بیاد که اینجا به درستی از burnt استفاده شده. خریدن buy، فرم ساده buy، فرم گذشته bought، فرم اسم مفعول bought. او چه چیزی خرید؟ What did she buy؟ او چیزهای زیادی خرید. She bought a lot of things. فرم ساده در سوالی استفاده شده، buy زمان گذشته است، فرم گذشته در جواب bought. شکستن break. Break، broke، broken. آیا او پا شکست؟ Did he break his leg؟ بله، او پا شکست. Yes, he broke his leg. در سوال فرم ساده break، در جواب فرم گذشته broke استفاده شده. Leg یعنی پا. در تله انداختن دوچار شدن. Catch، فرم ساده catch، گذشته caught، اسم مفعول caught. چند تا ماهی صید کرد، به تله انداخت. How many fish did he catch؟ او ماهی زیادی صید کرد. He caught a lot of fish. کچ یکی از معنیاش به معنی به دام انداختن، صید کردن، در سوال از فرم ساده و در جواب از فرم گذشته استفاده شد. یه مثال دیگه ببینیم. سرمای وحشتناکی خوردم. I caught a terrible cold. اینجا به معنی دوچار شدن هست، گرفتار شدن. برای ابتلا به سرماخوردگی از فعل catch a cold استفاده میکنیم که گذشتش caught a cold هست. اینجا داریم caught a terrible cold، یعنی سرمای وحشتناکی خوردم. انتخاب کردن choose، فرم ساده choose، گذشته chose، اسم مفعول chosen. چه رنگی انتخاب کردی؟ What color did you choose؟ من رنگ قرمز رو انتخاب کردم. I chose the red color. در سوالی از فرم ساده choose و در جواب از chose فرم گذشته استفاده شده. آمدن come، فرم ساده come، گذشته came، اسم مفعول come. آیا به مهمونی او اومدی؟ Did you come to her party؟ بله، من مستقیما از فرودگاه به اونجا اومدم. Yes, I came there straight from the airport. Came فرم گذشته استفاده شده در جواب. I came there، اومدم اونجا. Straight یعنی مستقیماً. From the airport، از فرودگاه. ارزیدن، هزینه داشتن. Cost، هر سه تا فرم یکیه. Cost. تلویزیون جدید چقدر هزینه داشت؟ How much did the new TV cost؟ 2000 دلار هزینه داشت. It cost $2000. در سوالی از فرم ساده و در جواب از فرم گذشته استفاده شده. بریدن cut، فرم ساده cut، گذشته cut، اسم مفعول cut.
دختر چی رو برید؟ What did the girl cut? اون انگشتش رو برید. She cut her finger. در سوال از فرم ساده، در جواب از فرم گذشته استفاده شده. Finger یعنی انگشت. کندن زمین، حفر کردن. Dig. فرم ساده dig. گذشته dug. اسم مفعول dug. کجا رو اونها حفر کردند؟ Where did they dig? اونها قبل از کاشت بذر باغ رو حفر کردند. They dug the garden before planting the seeds. در سوالی از فرم ساده استفاده شده dig. در جواب از فرم گذشته They dug the garden اونها باغ رو حفر کردن before قبل از اینکه plant یعنی کاشتن قبل از این seeds هم یعنی بذر قبل از اینکه بذرها رو بکارن plant چرا اینجا گرفته؟ چون بعد از before اومده بعد از before after و حروف اضافه فعل اگر مستقیما بیاد به هدای اینجا بگیره انجام دادن do فرم ساده do گذشته did اسم مفعول done چند تا مثال ببینیم چون این فعل خیلی مهمه او هر آخر هفته لباس میشوره She does the laundry every weekend She does the laundry every weekend لباس شستن do the laundry فعلش هستش بچه ها اینجا زمان حاله و چون ضمیر شی استفاده شده فعلمون باید اس سوم شخص بگیره پس فعل دو به داز تبدیل میشه شی داز د لاندری یه مثال دیگه دیروز او چه کار کرد What did she do yesterday او دیروز اتوکاری کرد She did The ironing yesterday. در سوال از فرم ساده فعل استفاده شده do. در جواب از فرم گذشته فعل استفاده شده did. فعلمون چیه؟ Do the ironing. گذشته شده شده did the ironing. یعنی اتوکاری کردن. بچه نگیم ironing. Iron باید بگیم ironing. یک مثال دیگه او کارهای زیادی انجام داده و اکنون خسته است. She has done a lot of work and now she's tired. Do work یعنی کار کردن. وقتی میگیم she has done a lot of work از فعل present perfect استفاده شده که have و has به اضافه اسم مفعول باید باشه اینجا has رو داریم به دلیل she و اسم مفعول done اومده یعنی انجام داده است یک عالم کار a lot of work and now و الان she's tired اون خسته است کشیدن یعنی طراحی کردن draw فرم ساده draw گذشته drew اسم مفعول drawn پسره چی کشید؟ What did the boy draw? پسره یه گربه کشید. The boy drew a cat. در سوال فرم ساده draw در جواب فرم گذشته drew نوشیدن drink فرم ساده drink گذشته drank اسم مفعول drank او چه چیزی نوشید What did she drink او قهوه داغ نوشید She drank some hot coffee رانندگی کردن drive فرم ساده drive گذشته drove اسم مفعول driven
driven. Jack چه چیزی را راند؟ What did Jack drive? فرم ساده استفاده شده. او یک کامیون را راند. He drove a truck. فرم گذشته یه drove استفاده شده، یعنی اون رانندگی کرد. راند a truck یک کامیون رو. خوردن eat. Eat ate eaten. Eat ate eaten. چه چیزی رو خوردی؟ What did you eat? یک همبرگر خوردم. I ate a hamburger. در سوال فرم ساده eat، در جواب فرم گذشته ate استفاده شده. زمین خوردن، افتادن، نزول کردن. Fall. فرم ساده fall. گذشته fell. اسم مفعول fallen. کتاب از دستش افتاد. The book fell from his hands. fell استفاده شده، گذشته ی fall، یعنی افتاد. fell from، افتاد از. his hands، دستانش. او افتاد، زانویش آسیب دید. She fell and hurt her knee. باز فرم گذشته استفاده شده، اون افتاد. hurt، آسیب دید. her knee یعنی زانوش. نرخ تورم در حال کاهش بود. The rate of inflation was falling. گذشته استمرار فعلمون was falling. was over به اضافه ing for. The rate of نرخ inflation تورم was falling در حال کاهش بود. اینجا فعل به معنی نزول کردن، کاهش داشتنه. غذا دادن feed. فرم ساده feed. گذشته fed. اسم مفعول fed. آیا به سگ غذا دادی؟ Did you feed the dog? بله، به سگ غذا دادم. Yes, I fed the dog. فرم ساده در سوال و فرم گذشته در جواب استفاده شده. حس کردن feel. فرم ساده feel. گذشته felt. اسم مفعول felt. او چه احساسی داشت؟ How did she feel? او احساس بیماری داشت. She felt ill. Feel در سوال فرم ساده، felt در جواب فرم گذشته. جنگ و دعوا کردن fight. فرم ساده fight. گذشته fought. fought اسم مفعول هم fought. مثلا او با پسر دیگه‌ای دعوا کرد. He fought with another boy. گذشته فعل استفاده شده. یا او برای زندگی خود جنگید. She fought for her life. اون جنگید برای fought for her life زندگیش. پیدا کردن find. فرم ساده find. گذشته found. اسم مفعول found. او چه چیزی پیدا کرد؟ What did she find? او یک سکه روی زمین پیدا کرد.
She found a coin on the ground. Find در سوال فرم ساده، found فرم گذشته در جواب، a coin یک سکه، on the ground روی زمین. به پرواز در آمدن یا به پرواز در آوردن، fly فرم ساده fly، گذشته flew، اسم مفعول flown. خلبان هواپیما رو به فرودگاه مونترال میرسونه، به پرواز در میاره. The pilot flies the plane to Montreal Airport. Flies اینجا فرم ساده است که اس سوم شخص گرفته، زمان حال ساده است. Fly شده flies. Plane یعنی هواپیما. هواپیما بر فراز حریم هوایی محدود پرواز کرد. The plane flew over restricted airspace. The plane flew over restricted airspace. اینجا فرم گذشته استفاده شده، پرواز کرد، flew over یعنی بر فراز restricted محدود airspace یعنی حریم هوایی. فراموش کردن، forget. آیا او چیزی را فراموش کرده است؟ Did she forget anything? او ناهارش را فراموش کرد. She forgot her lunch. در سوال فرم ساده forget، در جواب فرم گذشته forgot استفاده شده. یخ زدن، freeze. Freeze، froze، frozen. Freeze، froze، frozen. آیا گوشت رو فریز کردی؟ Did you freeze the meat؟ آره، منجمدش کردم. Yes، I froze it. گرفتن، به دست آوردن، get. فرم ساده get، گذشته got، اسم مفعول got. مرد چه چیزی به دست آورد؟ What did the man get؟ او یک صورت حساب گرفت. He got a bill. Got فرم گذشته هست. A bill یعنی یک صورت حساب. دادن، ارائه کردن، give. Give، gave، given. Give، gave، given. چه چیزی به او داد؟ What did he give her؟ یک حلقه به او داد. He gave her a ring. Gave فرم گذشته استش. او داد به اون خانوم a ring، یک حلقه. رفتن، go. Go، went، gone. بچه ها کجا رفتند؟ Where did the children go؟ بچه ها به زمین بازی رفتند. The children went to the playground. Went گذشته go، playground زمین بازی. رشد کردن، پرورش دادن، grow. Grow، grew، grown. Grow، grew، grown. او چه چیزی رو پرورش داد؟ What did he grow؟ او یک گیاه دوست داشتنی پرورش داد. He grew a lovely plant. آویزان کردن، آویختن، hang. Hang، hang، hang. Hang، hang، hang. همسرش چه چیز را آویزون کرد؟ What did his wife hang؟
کتش رو به قلابی پشت در آویزون کرد. She hung her coat on a hook behind the door. در سوال هنگ فرم ساده استفاده شده، در جواب فرم گذشته هانگ. اون آویزون کرد هر کت، کتش رو آن هوک روی قلاب گیره، بیهیند پشت در. داشتن هاو، هاو، هد، هد. او چقدر کار داشت؟ How much work did she have? او کار زیادی داشت. She had a lot of work. شنیدن Hear. Hear. فرم ساده hear. گذشته heard. اسم مفعول heard. آیا او صدای زنگ تلفن رو شنید؟ Did he hear the phone ring? بله، صدای زنگ تلفن رو شنید. Yes, he heard the phone ring. در سوال فرم ساده hear، در جواب فرم گذشته heard. پنهان شدن hide. Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. مرد کجا پنهان شد؟ Where did the man hide? مرد زیر یک سنگ پنهان شد. The man hid under a rock. در سوال فرم ساده هاید استفاده شده، در جواب هید فرم گذشته under a rock، زیر یک تخت سنگ. نگه داشتن، چیزی رو با دست نگه داشتن. Hold. Hold. Held. Held. آیا او کیسه رو نگه داشت؟ Did he hold the bag؟ فرم ساده استفاده شده hold bag یعنی کیسه، کیف. بله، نگهش داشت. Yes, he held it. فرم گذشته held در جواب. آسیب رساندن hurt. Hurt, hurt, hurt. سه تا فرمش یکیه. او به چه چیزی آسیب رساند؟ What did he hurt? فرم ساده استفاده شده hurt. او انگشتش رو با چکش زخمی کرد. He hurt his finger with the hammer. Hurt اینجا فرم گذشته است. He hurt اون زخمی کرد، آسیب رسون به his finger انگشتش، with the hammer با چکش. نگه داشتن keep. Keep, kept, kept. آیا بیماران دکتر رو مشغول نگه داشتن؟ Did the patients keep the doctor busy? Patients یعنی بیماران. Keep busy یعنی مشغول نگه داشتن. Keep the doctor busy، دکتر رو مشغول نگه داشتن. بله، بیماران او رو مشغول نگه داشتن. Yes, the patients kept her busy. اینجا فرم گذشته استفاده شده، keep به kept تبدیل شده و زمانمون گذشته استش. دانستن، شناختن. No. No. فرم ساده no. گذشته نو. نو. اسم مفعول known.
آیا او جواب‌های امتحان رو می‌دونست؟ Did he know the answers at the exam? بله، او همه پاسخ‌ها رو می‌دونست. Yes, he knew all the answers. قرار دادن، پهن کردن. Lay. فرم ساده lay. گذشته laid. اسم مفعول laid. چه چیزی رو او پهن کرد؟ What did he lay? او فرشی رو روی زمین پهن کرد. He laid a carpet on the floor. در سوال lay فرم ساده، در جواب laid فرم گذشته فعل استفاده شده. A carpet فرش، on the floor روی کف. راه رو نشون دادن، هدایت کردن. Lead. فرم ساده lead گذشته و اسم مفعول هر دو led. پرستار مرده رو به کجا هدایت کرد؟ Where did the nurse lead the man? پرستار مرده رو به سمت صندلی هدایت کرد. The nurse led him to a chair. Lead در سؤال، led در جواب فرم گذشته استفاده شد. ترک کردن، leave. Leave, left, left. چگونه خانه را ترک کرد؟ How did he leave home? مرد با عجله خانه را ترک کرد. The man left home in a hurry. left فرم گذشته leave در جواب. left home خونه رو ترک کرد. in a hurry یعنی با عجله. وقتی من میگم I'm in a hurry یعنی من عجله دارم. قرض دادن، lend. فرم ساده lend، گذشته lent، اسم مفعول lent. لند یعنی قرض دادن، بارو یعنی قرض گرفتن. این دوتا رو با هم اشتباه نکنید. چقدر به او قرض دادی؟ How much did you lend him? 100 pounds به او قرض دادم. I lent him 100 pounds. اجازه دادن، let. فرم ساده let، گذشته let، اسم مفعول هم let. آیا رئیس اجازه داد به خونه بری؟ Did the boss let you go home? بله، رئیس اجازه داد زودتر به خونه برم. Yes, the boss let me go home earlier. در سوال فرم ساده، در جواب فرم گذشته استفاده شده. نکته ای که داره اینه که بچه ها بعد از let همیشه فعل ساده میاد. ببینیم اینجا نداریم let you to go home. چون let اومده to go به go تبدیل میشه. در جواب هم به همین شکل. گم کردن، lose. lose، lost، lost. چه چیزی رو او گم کرد؟ What did she lose? او کیف پولش رو گم کرد. She lost her wallet. Wallet کیف پول. درست کردن، ساختن. Make. Make، made، made. او چه چیزی درست کرد؟ What did he make? او چند تا کلوچه درست کرد. He made some cookies. معنی دادن، منظور داشتن. Mean.
mean, meant, meant. آیا او قصد داشت منظور داشت شما رو ناراحت کنه؟ Did he mean to upset you? بله، او قصد داشت من رو ناراحت کنه. Yes, he meant to upset me. Upset یعنی ناراحت کردن به عنوان فعل. ملاقات کردن. Meet. Meet, met, met. کجا اونها ملاقات کردن؟ Where did they meet? اونها در کافه ملاقات کردند. They met at the cafe. در سوال meet فرم ساده، فرم گذشته met در جواب، cafe یعنی کافه، حرف اضافهش اته، at the cafe. پول دادن، تسویه کردن. Pay. Pay, paid, paid. چقدر پول دادی؟ چقدر پرداخت کردی؟ How much did you pay? من پول زیادی دادم. I paid a lot of money. گذاشتن. Put. 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 کیف رو کجا گذاشت؟ Where did he put the bag? کیف رو روی میز گذاشت. He put the bag on the table. در سوال فرم ساده put، در جواب فرم گذشته باز هم put استفاده شده. خواندن. Read. فرم سادهش read. فرم گذشتهش read. فرم اسم مفعول read. اسپلشون یکی بچه و تلفظشون متفاوت میشه. دقت کنید. Read. 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 او چه چیزی خواند؟ What did he read؟ اینجا فرم ساده استفاده شده. Read. او یک کتاب خوب خواند. She read a good book. اینجا فرم گذشته استفاده شده. تلفظش read شده. راندن، سوار بودن. Ride. Ride, road, ridden. Ride, road, ridden. چارلی چی سوار شد؟ What did Charlie ride؟ یعنی چه چیزی رو روند؟ فرم ساده استفاده شده ride. چارلی سوار اسب شد. Charlie rode a horse. فرم گذشته رود استفاده شده. زنگ زدن، زنگ خوردن. رینگ. رینگ، رنگ، رنگ. آیا تلفن زنگ خورد؟ Did the phone ring? بله، تلفن چند بار زنگ خورد. Yes, the phone rang several times. افزایش داشتن. Rise. Rise, rose, risen. Rise, rose, risen. آیا قیمت ها بالا رفت؟ Did the prices rise? بله، قیمت ها خیلی بالا رفت. Yes, the prices rose a lot. در سوال فرم ساده rise، در جواب فرم گذشته rose استفاده شده. دویدن. Run. 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 آیا او دیروز دوید؟ Did he run yesterday?
بله، او دیروز یک ماراتون دوید. Yes, he ran a marathon yesterday. در سوال فرم ساده ران در جواب ران فرم گذشته استفاده شده. ماراتون یعنی ماراتون. گفتن say say said said. نگیم به اشتباه said said. گذشتش said، اسم مفعولش هم said. او چه چیزی گفت؟ What did she say؟ او گفت که به روزنامه نیاز داره. She said she needed the newspaper. دیدن see see saw seen see saw seen. او چه چیزی دید؟ What did he see؟ او زنی زیبا دید. He saw a beautiful woman. در سوال فرم ساده سی، در جواب سا فرم گذشته. فروختن sell sell sold sold. کتابش چقدر فروخت؟ How much did her book sell؟ کتابش میلیون ها دلار فروخت. Her book sold millions of dollars. فرستادن send send sent sent. آیا نامه ها رو فرستادی؟ Did you send the letters؟ بله، دیروز نامه ها رو فرستادم. Yes, I sent the letters yesterday. نشستن sit sit sat sat sit sat sat. کجا اون نشست؟ Where did he sit؟ کنار آن زن نشست. He sat beside her. سید در سوال فرم ساده، در جواب فرم گذشته sat. Beside her، کنار اون خانوم. تکان دادن، لرزاندن shake shake shook shaken shake shook shaken. آیا اونها با هم دست دادن؟ Did they shake hands؟ Shake hands یعنی دست دادن. بله، اونها با هم دست دادن. Yes, they shook hands. Shook گذشته shake. دست دادن. درخشیدن. Shine, shone, shone. آیا خورشید دیروز درخشید؟ Did the sun shine yesterday? بله، خورشید تمام روز درخشید. Yes, the sun shone all day. نشان دادن show show showed shone show showed shone. رئیس به او چه چیز را نشان داد؟ What did the boss show him? رئیس چند نمودار به او نشان داد. The boss showed him some graphs. بستن shut 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 shut. هر سه فرمش یکیه. چرا چشماتو بستی؟ Why did you shut your eyes? چشمامو بستم چون ترسیده بودم. I shut my eyes because I was afraid.
I shut my eyes because I was afraid. I was afraid یعنی ترسیده بودم. آواز خواندن sing. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. کجا آواز خوند؟ Where did he sing? فعل زمان present. او زیر دوش آواز خوند. He sang in the shower. Sang گذشته sing. خوابیدن. Sleep. Sleep. Slept. Slept. چه مدت اون خوابید؟ How long did she sleep? How long یعنی چه مدت؟ How long did she sleep? چه مدت اون خوابید؟ او برای یک ساعت خوابید. She slept for an hour. گذشته sleep slept خوابید for an hour for برای یک ساعت. صحبت کردن speak. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. آیا او میخواست با خبرنگارا صحبت کنه؟ Did he want to speak with reporters? بله، با اونها صحبت کرد. Yes, he spoke with them. Spoke گذشته speak. صرف کردن، خرج کردن. Spend. Spend. Spent. Spent. چقدر خرج کرد؟ How much did he spend? او پول زیادی خرج کرد. He spent a lot of money. شیوع پیدا کردن، پخش کردن. Spread. 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 هر سه فرمش یکسانه. آیا بیماری شیوع پیدا کرد، گسترش پیدا کرد؟ Did the disease spread? بله، این بیماری به سرعت گسترش یافت. Yes, it did. The disease spread quickly. ایستادن. Stand. Stand. Stood. Stood. مرد کجا ایستاد؟ Where did the man stand? مرد جلوی آینه ایستاد. The man stood in front of the mirror. Stood گذشته stand یعنی ایستاد. In front of the mirror جلوی آینه. دزدیدن steal. Steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. سارق چه چیزی دزدید؟ What did the burglar steal? Burglar, سارق. او یک تلویزیون دزدید. He stole a television. ورم کردن. Swell. Swell, swelled, swollen. Swell, swelled, swollen. چرا انگشتش ورم کرد؟ Why did his finger swell? انگشتش به دلیل جراحت ورم کرد. His finger swelled because of an injury. His finger swelled because of an injury. Injury یعنی جراحت. بردن، گرفتن. Take. خیلی فعل مهمیه. سه قسمتش take, took, taken. Take, took, taken. آیا در تعطیلات عکس گرفتی؟ Did you take pictures on your holiday?
Take pictures یا take photos یعنی عکس انداختن. بله، من خیلی عکس گرفتم. Yes, I took a lot of pictures. درس دادن، یاد دادن. Teach. Teach, taught, taught. پدرت چه چیزی به تو یاد داد؟ What did your father teach you? پدرم به من خواندن آموخت. My father taught me to read. گفتن، تعریف کردن. Tell, told, told. مادر بزرگ به بچه ها چی گفت؟ What did grandma tell the children? مادر بزرگ داستان خوبی برای اونها تعریف کرد. Grandma told them a nice story. بچه ها tell a story, tell someone a story یعنی داستان گفتن برای یه نفر. فکر کردن. Think. Think, thought, thought. Think, thought, thought. او در مورد چه موضوعی فکر می کرد؟ What did he think about? او به کارش فکر کرد. He thought about his job. Think about یعنی به چیزی فکر کردن. پرتاب کردن. Throw. سه قسمتش. Throw, through, thrown. مرد چه چیزی پرتاب کرد؟ What did the man throw? مرد کفشش رو پرت کرد. The man threw his shoe. فهمیدن، درک کردن. Understand. سه قسمتش. Understand. Understood. Understood. آیا معنی کلمه رو فهمیدی؟ Did you understand the meaning of the word? بله، متوجه شدم. Yes, I understood it. بیدار شدن. Wake. Wake, woke, woken. کی از خواب بیدار شد؟ When did he wake up? او یک دقیقه پیش از خواب بیدار شد. He woke up a minute ago. پوشیدن. Wear. Wear, worn, worn. او چه چیزی پوشید؟ What did he wear? او کت و شلوار و کراوات پوشید. He wore a suit and tie. A suit and tie، کت و شلوار و کراوات. wore گذشته ی wear، پوشید. برنده شدن. Win. Win, won, won. آیا پسر در مسابقه برنده شد؟ Did the boy win the race؟ بله، پسر برنده مسابقه شد. Yes, the boy won the race. نوشتن. Write, wrote, written. Write, wrote, written. چی نوشتی؟ What did you write? چند تا نامه نوشتم. I wrote some letters.